Episode 4, The Voyage. The voyage begins. All night, we were very busy getting the ship ready to sail. The sun was just coming up when everyone moved to their places, ready to leave the docks. "Sing us a song!" shouted one of the crew to Long John. "The old one," cried another sailor. And Long John Silver, who was standing nearby, started to sing the song I knew so well. 15 men on the dead man's chest, and the whole crew sang "You Hoo Hoo and a Bottle of Rum." And at the last word, the sailors pushed the capstan bars hard. کشتی اوی که دست پیدا کرد. تواوی شو که ایما زور سرقال بوین بو آمده کردنی کشتی که بو اوی بکویت ری بدری یاده. کاتک تازه خور حال هات بو همیان آمده بونو رویشتن بو شوی نکانیان بو بزهشتنی بندرکا. یکی گل دستی کشتی که هاواری کر لونگ جون و بو تی گورانی کمان بو بله. در یاوانی که تر هاواری کرد گورانی کونه کمان بو بله. لونگ جون سیلوریش کل نزیک و راوستا بو دستی بو تنی او گورانی کرد که من زور بباشی دمزانی. پازده پیاو لسر صندوقی کبره مردوده. پاشن همو دستی کشتی که دیانود. یو هو هو. تنها به بطل شرابه و. ولگل وشی که تاییده. در یوانکم به تندی با پاری هزیان و پالیان با خلخلوکی برس کرده و للنگره که ودنه. It was an exciting moment and the song carried me back to the Admiral Benbow in a second. And I seemed to hear the old captain singing too. But soon, the anchor was up and hanging at the bows. The sails started to fill with wind, and before I could lie down for an hour's sleep, the Hispaniola had begun her voyage to the island of treasure. I'm not going to tell you every detail of that voyage. The ship proved to be a good ship. The crew were experienced sailors, and the captain certainly knew what he was doing. ساعت وقتی که خوش بود و گورانی که به ترکه خیالی منی گره با میوانخانه ادمیرال بیم بود و پیم وابو من لکاتی خویده او گورانیم بیست بود لکپتن پیرکه اویش او گورانی دوید بلان بزوی لنگره که برس کرایه و به پیش اوی کشته که حلواست را چاروگه کم پر بون لحوا و باو پیش اوی من بچم پال بکوم با ماوی کاتش میرک بخوام هیسپانیولا دستی با گشتکی کرد بو با درگی گنزی نکا. من همو ورده کاریکان یو گشتتان بو ناگیر موا. کشتک سلماندی که کشتکی باشا. دستی کشتک دریاوانی با ازمون بون و کابتنکش با دلنیای و کارکانی خوی با باشی دکر دیزانی چی دکت. But by the time we arrived at Treasure Island, two or three things had happened which I should tell you about. First, Mr. Arrow was worse than the captain had feared. He had no control over the crew, and people did what they liked. Then, after a day or two at sea, he began to act like a man who was drunk. Again and again, he was sent below deck because he could not work properly. But no one knew where he could be getting the drink. بالام لوکاتوی گیشنه درگی گنزینه دو یان سه شد رویانده که دبی بوتان بجیر موا یکم شد. مستر آرو خرابتر در طولوی که کابتنه کلی ده ترسا او هیچ کنترولی که نبو بسر دسته کشتی که. تاخمکو خلکه که آرزویان لهرچی بواید یان کرد. پاش یک دو روز لگشت آویه که ده. مستر آرو رفتاری وکو کسیگ دنواند که سر خوش بید به بردوامی دنر دره و بشی خواروی کشتی که چون که نیده توانی باری کوپیگی کارکانی بکد بالام کس نیده زانی که او شرابی که دی خواردو لچوی دستی دکوید. No one was very surprised or sad, therefore, when one dark, stormy night, he disappeared and was not seen again. He must have fallen over the side of the ship, said the captain. During the voyage, I got to know Long John Silver and see him at work. Although he only had one leg, he moved about on board with amazing ease. The crew did what he told them to and seemed to like him. He was friendly to everyone and was always glad to see me in the galley, which he kept very clean. هیچ که زور بوی سرسام یان خمبر نبون که تک لشوی که تاریکی زریانوی ده مستر آرو بون بو زاره که تر نبین دره و کابتا سمولت و تی دبت مستر آرو للایه که کشتی که و کتبه تخواره و لماوی گشته که دو لکاتی کار کردن ده من لونگ جون سیلورم ناسی و بینیم هر چنده یک خاطی هبو او لسر کشتی که دهاتو ده چوب به آسانی یکی سرسام کره و همو دستی کشتی که بخصیانده کرد او کاریان انزم داده که سیلور بیده وتن
وادر دکوت که آبیان خوش دوید. سلفر هاوران هال سکوتی لگل هم واند کرد و همیشه خوش حال دبو کم نی دبینی. لچش خانه کشته کبوم. چش خانه که زور با خوانی را کرد بو. Hawkins, come and have a chat with John, he used to say. Here is Captain Flint, named after the famous pirate. And he pointed to the parrot he kept in a cage in the corner of the galley. And the parrot used to say again and again, Piece of eight, piece of eight, until John threw a cloth over the cage. It's been everywhere, that old parrot. It says piece of eight because it was there when the ship was pulled up from the seabed with 350,000 of those coins on board, explained the cook. سلفر راحت و دیوید هاکینز و را هنده گفتگو لگل جون بکه او تا کپتن فلینت لیریا بناوی دریاوانه بنابانگه که کراوتاوا و آماجه به توتیک دکر که لقفزگ دینابو لسوسی چشخانه که و توتیکش راحت و لسر دوباره کردنو و دیوید پیسز اف ایت پیسز اف ایت و تا هش پارتکان هش پارتکان تاو کلون جون پارت پاروی که به قفزگ دادا توتیک بیدنگ دبو چش لینه را کرونی کردو و تی توتی پیدکا لهمو شوینک بو و راحت و بلید هشت پارتکان لبر اوی توتی که لوی بو که تی کشتیکان لبندریا و راده کشران لگل 350,000 لپاری خورده کنزایی که لسر پشتی کشتیکا بو